سلام به برنامه اوج خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمان برنامه ما خانم دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان. بسیار خوش آمدید خانم نظری. خوش باشید. تشکر. یک گزارش از گزارشگر سازمان ملل متحد به نشر رسیده در تازه ترین مورد که گفته شده که وضعیت زنان در افغانستان با گذشت هر روز در تمام سطوح نگران کننده میشه. شما موافق هستید با این گزارش؟ ما به صفت مسئول وزارت امور زنان برای شما واضح میسازم که اما این مشکلات هایی که هست، این خشونت هایی که هست، این را ما به صورت واضح در تمام ولایت های افغانستان، درست است که خشونت ها هست، ما جامعه بسته داریم، جامعه سنتی داریم، جامعه فرهنگی که عنانات ناپسند موجود است، اما به این سطح وضعیتی که اینا میگن ما این را قبول کرده نمیتونم، بخاطر که فعلا به افغانستان زنا واقعا رشد کرده، اما خشونت ما کمتر میبینم، اما در یک در بعض ساحاتی که در ولایت های ناهم که خشونت هسته، ای نمیتونه که کلگی ولایت را تحت پوشش بگیره، بوی خشونت ها زیاد است. اما خانم نظری، بیشتر گراف خشونت ها بلند رفته با آنچه را که گزارشگر سازمان ملل متحد هم اشاره کرده، روی مسائل مستندی است که اشاره کردن، مثلا در ولایت های فاریاب، ولایت غور، جوزجان و برخی از ولایت های دیگر که مستندات ترتیب شده و گزارش تهیه شده. اما خشونت ها در یکی دو ولایتی هست، شما خودتان میبینید که در ولایت هایی که تحت ساحی اولسوالی هاشان تحت ساحی طالبا قرار داره، اما در تعداد زیادی ولایت هایی داریم که هیچ خشونتی در اونجا وجود نداره، بخاطر که سفرهایی که ما خودم در چند ولایت افغانستان داشتیم، ما هیچ خشونتی را در اونجا ندیدم. مثلا در کدام ولایت ها؟ مثلا ما در ولایت قندهار رفتم، در ولایت ننگرهار رفتم، در ولایت هرات رفتیم، کاپیسا رفتیم، بامیان رفتیم، اما ما این قسم خشونت هایی که ملل متحد میگه، سازمان ملل متحد میگه، ما این قسم خشونت ها را ندیدم. مثلا در غور واقعیت است که خشونت وجود داره، که در بعض ساحاتی که تحت طالبان قرار داره، ناامن است، در اونجا خشونت ما دیدیم، میبینیم. شما میگین که در ولایت هایی که شما سفر کردین خشونت وجود نداشته، اما یکی از چند موردی که در این گزارش آمده، بحث به بد دادن، بحث بدل، بحث ده ها مورد دیگری که دخترهای جوان و خانم ها با او به خشونت مواجه است، در همین ولایت ها هم گزارش های وجود داره که موجود است خانم وزیر. اما ما هم ایره رد نمی کنم، واقعا این مشکلات ها هست، اما وزارت امور زنان به خاطر اینمی مشکلات ها، به خاطر اینمی خشونت هایی که در ولایت ها که شما یاد کردین که بد دادن و بعضی خشونت های سنتی که ما داریم، اما ایره و وزارت امور زنان به خاطر دادخواهی از این، به خاطر حمایت از این کار و فعالیت های را داره که ما این را تطبیق میکنیم. یعنی چقدر موثر بوده تا زمان از زمانی که شما به این سمت آمدین این دادخواهی هایتون؟ البته ما مراکز مساعدت های حقوقی را در ولایت خود داریم، ریاست های امور زنان ما به خاطر مسئولیت زنان، به خاطر دسترسی زنان به عدالت، فوق العاده کارهای حقوقی را، مثلا سمینارهای حقوقی را براه انداخته، واقعا این برای خانم ها موثر هستند، میتونند که به خاطر کاهش خشونت از اینا موثر واقع شود. اما ضعف در دفاتر ولایتیتان یک بحث خیلی عمده است که بیشتر دید بر این است که دفاتر ولایتی و ریاست ولایتی شما نمیتونه نقش مثبت بازی بکنه در بخش کاهش خشونت و یا هم آگاهی دهی به جامعه. البته تعداد زیادی همکارای ما هستند که در قسمت ظرفیت سازی، در قسمت آگاهی همراه ما همکار هستند. ما در این قسمت تنها کار در ریاست های امور زنان است، بلکه بعضی نیات ها را ما در اینجا دادخواهی کردیم، نیات هایی هستند که همراه ما همکار هستند و در این قسمت به خاطر ظرفیت سازی، به خاطر آگاهی دهی، پلان ها و برنامه هایی را دارند. ما در این قسمت با وزارت عدلیه، با وزارت حج و اوقاف، با وزارت داخله و با بعضی نیات هایی که واقعا در این قسمت همراه ما همکار هستند، ما برای همراه از اینا تفاهمنامه هایی را امضا کردیم و خصوصا به خاطر برنامه هایی که در قسمت آگاهی، در قسمت رشد خانم ها، در قسمت تقویت خانم ها فعلا پروژه ای است که کشور ایالات متحده آمریکا یک پروژه بسیار بزرگی است که به نام پروموت، تقریبا 75,000 زن در 5 سال
تحت پوشش میگیره. خود از یک کمکی هست به خاطر رشد خانم ها، به خاطر تقویت خانم ها، به خاطر ذهنیت سازی در بین خانم ها. اما پول های گزاف در طول چند ساله که از تشکیل وزارت امور زنان میگذره پول های زیاد سرازیر شده، آنچه که شما در مورد کمک های ایالات متحده آمریکا اشاره کردید، او پول ها نقش خیلی مثمر در بخش بهبود وضعیت زنان در افغانستان نداشته. شما چگونه خوشبین هستین که این کمک ها نقش خواهد داشت؟ زمانی که ما به این وزارت آمدیم ما هم متوجه ایالت بودیم، چون خودم از امی افغانستان هستم، از بین زنان افغانستان برخواستیم. ما هم متوجه بودیم که راستی هم که کمک هایی شده واقعا به زن افغان این کمک ها نرسیده، به خاطر ظرفیت سازی، به خاطر رشد آگاهیشان نرسیده. ما از خواهشم که با چند نهادی که امرای ما همکاری میکنن، ما در اولین صحبت خود بر از اینا تاکید کردیم که باید این کمک هایی که شما میکنین بعد از این باید به نفع زن افغان تمام شود. ما خودم شخصا با همکارای خود در قسمت نظارت میکنیم و فوکال پوینت هایی داریم که تا از کارهای از اینا نظارت بکنن که چقدر موثر واقع میشه. در غیر از ما اجازه کار برای همچون نیاتهایی که موثر واقع نمیشه کارهایشان، ما اجازه را برشان نمیتیم. نقش وزارت امور زنان، ما یک وزارت داریم برای ما وزارت امور زنان در تشکیل اداری دولت افغانستان، نقش وزارت واقعا از دید شما به خاطر بهبود وضعیت زنان در افغانستان نقش خوب بوده؟ وزارت امور زنان یک نهاد حکومتی هست، جزء کابینه افغانستان است. البته پالیسی هایی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قبال زنان، در قبال بهبود وضعیت زنان داره، این پالیسی ها را و این اهداف های از نارا ما تطبیق میکنیم. وزارت امور زنان در نهادی است که به خاطر تطبیق پالیسی های دولت تلاش میکنه که این اهداف برآورده بسازه. به خاطر برآورده ساختن اهداف از او ما برنامه هایی را داریم، دادخواهی هایی را داریم که تطبیق میکنیم. یکی از فعالیت های بسیار عمده ما که یک تعهدات خود دولت جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس لندن بوده، ما ایجاد کمیته جندر و امور زنان در جنب کابینه را ما ایجاد کردیم. خود از این نشان دهنده همی است که پلان کاری ملی که برای زنان افغانستان داریم و این در طول 5 سال بوده، اما 5 سال دیگر هم اضافه شده به خاطر کار. اما فکر نمی‌کنید در بخش تطبیق پالیسی هایی که شما گفتین سوی حکومت برای شما داده میشه وزارت کوتا آمده؟ اما ما زمانی که خودم این وظیفه را به دوش گرفتیم، ما براتون به صراحت میگم که کوتاه نامده. البته فعالیت های 100 روز اول ما، 100 روز دوم ما، 100 روز سوم ما به صورت درستش تطبیق شده. ما کارهای فوق العاده، دستاوردهای فوق العاده در پلان های 100 روزی خود ما داریم. مثلا قبلا ثبت نکاهنامه نبوده، قبلا بوده اما به صورت درستش تطبیق نشده. ما تقاضای ما همی است که از استره محکمه خواهش کردیم، اونا همراه ما همکاری کردن ثبت محاکم وثائقشان. ما در قسمت ثبت نکاهنامه کار آغاز کردیم. این یک بخش است. یک کاهش مثلا از زمانی که شما ماموریت آغاز کردین که 9 ماه میشه از ماموریتتون در وزارت امور زنان، کلانترین تفاوتی که در کار در وزارت امور زنان به وجود آمده و در بخش خدمات بهداشت خدمات به زنان افغانستان به وجود آمده چی بوده؟ زمانی که کار آغاز کردیم البته ما تقریبا 140 خانم جوان کارمند خود وزارت و از دیگر وزارت خانه را به لیسانس ماستری ما فرستادیم با کمک همکارایی که در وزارت امور زنان همکاری کردند. ما مقرری من و آزار اذیت زنان در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرحی را که در اونجا فرستادیم و توسط اعضای کابینه افغانستانی به تصویب رسید. خود از یک به خاطر کاهش خشونت، خود از یک دستاورد کلانی است که قبلا نبوده، به خاطر تطبیق قانون منع خشونت ما البته مقرری من و آزار اذیت زنان داریم. اما خشونت هم افزایش پیدا کرده در همین چند وقت بانو وزیر. خب بازم من براتون به صراحت میگم که یکی دو ولایت مثل فاریاب، مثل غور، اما به دیگه ولایت ها شما خشونت نمیبینین. اگر خشونت را ببینین بازم میگم که این جامعه جامعه سنتی است، جامعه ای که عنانات ناپسند داره، طبعا خشونت ها وجود داره.
در قضیه همین یکی دو ولایتی که شما اشاره کردین، ما شاهد سنگسار برخی از خانم‌ها بودیم، شاید بریده شدن گوش و بینی برخی از خانم‌ها بودیم. در بخش تعقیب همین قضایا شما چه کار انجام دادین تولی؟ ما با چندین کسایی که از جامعه مدنی بودن، از اعضای پارلمان بودن، ما به خاطر دادخواهی به وزارت داخله با همکارای خود رفتیم. یعنی تنها دادخواهی کردیم؟ دادخواهی کردیم، البته به خاطر مشکلات از ما، به خاطر رفع کاهش خشونت ما کنفرانس هایی را گرفتیم، کنفرانس هایی را که در خود به سطح ولایات، به سطح مرکز گرفتیم، دادخواهی های بسیار دفاع از خانم ها داشتیم در این قسمت، و استره محکمه مراجعه کردیم و با وزارت عدلیه در قسمت یک تفاهم نامه امضا کردیم که چطور زنها بتانند از دسترسی به عدالت داشته باشند، مسئولیت داشته باشند. با اونا یک تفاهم نامه امضا کردیم که تا اونا بتانند که مراکز مساعدت های حقوقی را در ولایت ها به خاطر آگاهی دهیشان فعال بسازند. کلانترین انتقاد که بالای کار وزارت امور زنان مطرح است، بحث عدم تعقیب و نبود هماهنگی با برخی از نهادهای سکتوری دیگر است، آنچه شما اشاره کردید. مثلا قضیه خشونت علیه زنان صورت میگیره، تعقیب نمیشه از طرف وزارت امور زنان تا محکمه در برخی از موارد. این هماهنگی بهتر شده و یا هم در معالت اصلی خود قرار داره؟ ما بیشتر برای شما گفتیم که ما کمیته جندر و امور زنان در جنب کابینه داریم. البته این یک فعالیت بسیار کلان وزارت امور زنان، یک دستاورد کلان وزارت امور زنان بوده. ما از طریق اینمی در رأس از کمیته ما جناب دانش صاحب که معاون دوم ریاست جمهوری هستند قرار دارند. البته جلسه سیومش براه انداخته شده. ما در می جلساتی که بوده، یکی از مصوبات جلسه که ما ایره تعقیب میکنیم، ما تفاهم نامه هایی را به وزارت خانه ها، به ریاست های مستقل روان کردیم. به اساس این می تفاهم نامه ها ما میتونیم که ریاست هایی که در هر بخش کار میکنه، تا که بتونیم این ریاست های ما خوبتر و بهتر برای ما جوابگو باشه. وزارت امور زنان وزارت نیست که مثلا یک خانم دست شبی گیره برای از بگه که تو اینی کار تو خشونت شدی تو، یا مثلا متضرر هستی. وزارت امور زنان بر تمام نهادهای دیگه که به افغانستان هستن کارهای از نار نظارت میکنن، میبینن. یعنی شما بیشتر متمرکز به اصل خشونت ها نیستین؟ هم وزارت امور زنان با دیگر نهادها هم کار میکنه و خودشان مثلا یکی از کارهایی که من براتون دوباره میگم که ما ایجاد صندوق وچی را برای خانمهایی که متضرر هستند، ما ایره خود رئیس جمهوری را افتتاح کردن. یکی از دستاوردهای قوی ماست که به خاطر کاهش خشونت، به خاطر حمایت از خانم ها، ما فعالیت هایی را داریم که یکیش اینی صندوق وچی است. تلاش ها در حکومت به ویژه از طرف رئیس جمهور، خانم رئیس جمهور و برخی از کسای دیگر، به خاطر بهبود وضعیت زندگی زنان، کاهش خشونت و ده ها مورد دیگر صورت میگیرد. اما عاملی که بیشتر گراف خشونت ها و بلند رفته و سطح امور رسیدن خدمات به خانم ها هم پایین آمده، فکر میکنید دلیل چی بوده؟ از یک طرف تمرکز دولت، از دیگر طرف هم بلند رفتن خشونت علیه زنان. اما خود دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رأس رئیس جمهور، در رأس رئیس اجرایه، حمایتشان به خاطر بهبود وضعیت زنان، به خاطر حمایت از وضعیت زنان، همیشه ما مورد حمایت از اونا قرار گرفتیم. نه، شما که مورد حمایت قرار گرفتین خانم وزیر، اما دلیلی که بیشتر وضعیت زندگی زنان خراب شده در حکومت وحدت ملی و گراف خشونت ها هم بلند رفته، دلیل ازی در کجاست؟ اما گراف خشونت هیچ وقت بلند نرفته. ما برای شما باز هم میگم که گراف خشونت بلند نرفته، رسانه ها بوده که این خشونت ها را آمارش اینا ثبت میشه و اینا بانو نظری تمرکز دولت در مورد بهبود وضعیت زنا بیشتر شده. حرکت هایی که رئیس جمهور افغانستان انجام میده و تمام اقدامات را که خانم رئیس جمهور انجام میده، اما گراف خشونت در ولایت ها بلند رفته و سطح زندگی خانم ها هم در این حکومت، سطح زندگیشان هم خدمات برای خانم ها نگران کننده است. عاملش چی بوده؟
سطح زندگی برای خانم ها نگران کننده نیست، به خاطر که شما خودتان میفهمید که خانم ها در این شرایط هنوز خوبتر و بهتر رشد کرده در هر زمینه. امروز ما برای شما بگیم که ما تقریبا 80 بست خالی داشتیم، زیادتر تعداد خانم ها بوده که به این بستا موفق شدن و بلندترین نمرات گرفتن. اما نه، هدف ما از خانمان پایتخت نشین نیست. بله. خانمای 34 ولایت افغانستان است. در ولایت های افغانستان هم من خودم بس ایراد سفر داشتم، باور کنید که اینقدر که ظرفیتی که خانم ها در ایراد داشتن، اما ما برای مردا ندیدم این ظرفیت. اما تلاش ما همی است که باید در سطح تصمیم گیری ها خانم ها باید بیاین در بخش وضعیت زندگی. زمانی که من اشاره کردم خانم وزیر، شما مثلا هرات اشاره کردید، اما یک چیز دیگر هم فراموش نکنید که بلندترین گراف خودسوزی را در نتیجه خشونت و فشار در سطح افغانستان ولایت هرات داره. اما من این را از نزدیک پرسان کردم، چون هرات تنها ولایت هرات نیست، چندین ولایت ها با این هم جوار هستند، این ولایت هرات زون است. اما از دیگر ولایت ها آمدن اینا ثبت قضایا را نشان میتن که ولایت هرات خودسوزی کرده. اما در این چند ماه آخر برای ما ثبت اسنادهایشان را دیدیم که خشونت ها کم بوده در ولایت هرات. یعنی شما راضی هستین از وضعیت زنان در افغانستان در کل؟ ما در ولایت هایی که ولسوالی هایی که ناهم نسته خشونت ها زیادتر در اونجا بوده، اما در ولایت هایی که هم نستن خشونت های وجود نداشته و خانم ها به کارهای روزمره خود مصروف هستند، کار میکنن. در بخش دسترسی به خدمات حقوقی شما یک بخش اشاره کردین که شما تفاهمنامه را انجام دادین، اما خیلی ملموس و مثمر تا اکنون نبوده. اقدامات را که روی دست دارین به خاطر اینکه خانم هایی که مورد خشونت قرار میگیرن بیشتر دسترسی به خدمات حقوقی داشته باشند، به محاکم، به سران والی، به وکیل مدافع، چی بود؟ به خاطر که شما در جریان باشین، ما در ولایت های افغانستان کمیسیون های عالی منع خشونت داریم. کمیسیون عالی منع خشونت در مرکز داریم که ریاست از او توسط خودم پیش میره که تقریبا 17 وزیر صاحب در موی صاحب در اونجا شرکت میکنن. اما در ولایت ما کمیسیون های عالی منع خشونت داریم که در رأس از او والی میباشه و دیگر تمام اعضایش رئیس ها میباشه. البته به خاطر من ایره برای شما یاد میکنم که در این کمیسیون تنها مسائل متضررین مورد بحث قرار میگیره و حل و فصل میشه مشکلات هایشان. در بخش ریاست های ولایتی تان، شما از زمانی که به سمت وزارت امور زنان کارتان را آغاز کردین نو ماه، بله، تا کنون یک ارزیابی انجام دادین در سطح ولایت که نقش ریاست های ولایتی تان در بخش خدمات به زنا در ولایت مثمر بوده و یا هم نبوده؟ البته در زمانی که ما این وظیفه را گرفتیم، ما تمام رئیس های امور ولایت، امور زنان ولایت در مرکز دعوت کردیم، خواستیم از تمام از اینا یک گزارش عملی داشتیم با اینا. البته ما گفته میتونیم که تعداد از اینا واقعا کسایی بودند که فعالیت خوبتر و بیشتر انجام داده بودند، فعالیت بهتری را کرده بودند، اما تعدادی هم هستند که نظر به شرایط امنیتی، نظر به تهدیدهای امنیتی نتونستند که او فعالیت هایی را که از طرف وزارت امور زنان برشان داده شده بود اجرا کنند. نظر به ضعف امنیتی و یا هم نظر به ضعف مدیریت؟ البته این گفته میتونم که هم مدیریت بوده و هم ضعف امنیتی بوده. تصمیم شما چی بوده در مورد؟ تصمیم همی است که نظر به هدایت رئیس جمهور ما تصمیم داریم که این کسایی که مثلا تعدادشان به 13 سال به 12 سال شده که وظیفه اجرا میکنن، ما تصمیم ما همی است که به سی بی آر معرفی بکنیم، بعد از بتانیم که از طریق سی بی آر کسانی که واقعا توانمند هستند، شایسته کار دارن، اونا بیاین. چند ولایت مثلا؟ ما در تقریبا 10 نفر برای فعلا 10 نفر خواهرای ما که وظایفشان از 12 سال زیادتر شده، ما در نظر داریم که این خواهرها را به سی بی آر معیار ای که شما این کسا رو پس میکنین واقعا بیشتر بودن وقت کاریشون بوده 12 سال شما اشاره میکنین، و یا هم ضعف مدیریت و عرضه کردن کم کیفیت برای خانم‌ها در ولایت؟ اما یک تعدادشان هستند که
ضعف مدیریتی هم دارن، اما یک تعداد شان ما تصمیم داریم که باعث دیگر وظیفه هایی که لازم است پیشنهاد کنیم. یعنی در 34 ولایت شما تنها با 10 الی 12 ولایت مشکل دارین نکنه؟ بله بله. دیگر ها کارشان قناعت بخش است؟ بله واقعا قناعت بخش هستند. در این شرایط سخت، در این شرایطی که شما میبینید که ناامنی وجود داره، مشکلات ها زیاد است، تهدیدات زیاد است، اما یک تعداد خواهرای ما از نزدیک رفتم دیدم واقعا دروازه ریاست امور زنان باز کردن و خدمت خواهرای خود هستند، واقعا دلسوزانه برای زنای افغانستان کار میکنن. من راضی هستم. آنچه را که شما به عنوان رضایت مطرح میکنین بانو نظری، اما مردم ولایت، خانم هایی که در ولایت ها حضور دارن، مثلا در اکثر ولایت افغانستان، از نقش ریاست امور زنان در ولایت خیلی راضی نیستن. خب نظرات خودشان هستن، چون ما همیشه با اونا در تماس هستیم، همیشه کار فعالیتشان هم میبینیم، برنامه هایی که وزارت دارن اونا را تطبیق میکنن، پس ما به این خاطر ما رضایت خود داریم. خب طبعا کسایی هستن که ناراض میباشن، او مسئله خودشان هستن. یعنی شما این نارضایتی ها را ناشی از خدمات پایین نمیبینید، ناشی از برخورد شخصی میبینید؟ برخورد شخصی نیستن دیگه. بانو وزیر، در بخش محسوسات امکار، یعنی برخی پولای کلان میاد در افغانستان به خاطر بهبود وضعیت امور زنان و ارتقای ظرفیت زنان در تمام سطوح بخش اقتصادی و دهم رو دیگر، شما چقدر راضی هستین از عملکرد نهادهایی که به شکل خصوصی در بخش بهبود وضعیت زنان کار میکنن؟ نظر شخصی خود به صفت مسئول وزارت امور زنان همی است که در ابتدا همی پولهایی که آمدن واقعا تعداد زیاد پولها به نفع زنان تمام نشدن. من شخصا تصمیم همی از پیشنهادم به رئیس جمهور همی است که واقعا بعض پروژه هایی که کلان هستند، پولای زیادی که به نام زن افغان می آیند، باید این پولها باید به دولت تسلیم داده شود، از طریق از وزارت امور زنان بتانند که از طریق از باز پروژه های خود کار و فعالیت خود از طریق از پیش ببرند. و خاطر که ما چندین سفرهایی که به دیگر کشورها داشتیم، همه کشورهای کمک کننده پول کمک خود به دولت تسلیم میکنن، از طریق دولت به نهادهایی که کار میکنن و رزو میرسن. یعنی شما از اقدامات نهادهایی که در بخش بلند رفتن ظرفیت زنان کار میکنه راضی نیستین و بیشتر طرفدار ازی هستین که پولا صرف دولت افغانستان بمسته؟ بله بیشتر طرفدار ازی هستم، اما یک تعداد نهادها بوده واقعا به زن افغانستان کار کرده، به زن افغانستان در قسمت آگاهیش، به خاطر رشدش، به خاطر مسئولیتش واقعا کار کردن. یک تعداد نهادهایی بوده کار کردن. اگر کار نمیکردن شما امروز با این قدر ظرفیت، با این قدر توانمندی که خانم ها دارن نمیدیدین. من اون سوال آخر رو جنبندی، کلانترین برنامه هایی را که شما به خاطر بهبود وضعیت زنان در افغانستان دارین در 5 سال که در این سمت هستین چی است؟ بفرمایید. کلانترین برنامه و فعالیتی که وزارت امور زنان فعلا به دسترس خود دارن، ما 3 موضوع بسیار مهم است که تصمیم داریم که گسترش جندر باید در تمام نهادهای دولتی پیش بره و تقویت اقتصادی خانم هایی که فعلا بی سرپرست هستند، به خاطر کمک از اینا ما تصمیم داریم و از دیگر نهادهایی که همراه ما همکار هستند در این قسمت کمک از اونا را جلب کردیم. در این قسمت تلاش داریم که به خاطر تقویت اقتصادی از خانم ها کار کنیم. و بخش دیگه همی است که ما تا زمانی که ذهنیت سازی آگاهی دیگی را باید درست تطبیق نکنیم، نمیتونیم که مشکلات هایی که حقوقی هست، اقتصادی هست، اجتماعی هست، او را تطبیق بکنیم. این 3 پلان بسیار مهم ماست که باید در 5 سال ایره باید کوشش کنیم، تلاش کنیم و تمام نیاتهایی که همراه ما همکار است، همکاری از نارا بخواهیم که تا در این راستا کار کنند. بسیار تشکر بانو دلبر نظری، وزیر امور زنان، از حضورتان در برنامه هاو جمشه. و شما تشکر بندو عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.